آقا در مورد لیگ صحبت کنیم، پرسپولیس دبل کرد در شرایطی که لیگ رو فکر خیلی فکر می‌کنم از دست میده، شرایط تا اواخر فصل خیلی شرایط خوبی رو نداشت، فاصله داشت با سپاهان و استقلال، هیچ چیز دست خودش نبود تا اینکه سپاهان مقابل ملوان با گل دقیقه 86 یهو مساوی میکنه، پرسپولیس به لیگ برمیگرده، میاد دربی رو میبره و همه چیز دست خودش قرار میگیره و در نهایت قهرمان میشه. از اونورم با روحیه‌ای که داشت تونست جام حذفی رو هم از استقلال بگیره، دربی رو ببره و قهرمان بشه. لیگ 22 ما از نظر شما چطور برگزار شد از نظر مسائل فنی؟ شروعش خوب نبود، یعنی واقعا خیلی تو شاید تو پایین ترین کیفیت بود تو قبل از جام جهانی. شاید تنها تیمی که یک کمی، نگیم تنها تیم، یه دو سه تا تیم یک کم بهتر بازی میکردن، یکیش پرسپولیس بود، یکیش مثلا یه مقدار مثل رفسنجان بود، بعضی بازی ها سپاهان بود، ولی بعد از جام جهانی نه، چون این فاصله 50 روز تیما شروع کردن به خودشون پرداختن، تمرینات بهتری کردن، بعد از اون یه مقدار کیفیت ها بهتر شد، مثلا سپاهان خیلی بهتر شد، استقلال بهتر شد، پرسپولیس بعد از اون یه چالشی رو تجربه کرد به خاطر مسائل درونی خودش و اینقدر که خودش رو از اون مسائل جدا کرد و خلاص کرد، دوباره تونست روندش رو بازیابی کنه و در نهایت اومد قهرمان هم شد. برحال از نظر شکل بازی میتونم بگم که بعد از جام جهانی یکم بهتر شد، ولی از نظر اینکه آیا این لیگ یه لیگ مولدی بوده، مثلا ایده جدیدی آورد، بازیکن جدیدی آورد، پدیده ای آورد، واقعا شما تصدیق میکنی که جواب منفی متاسفانه. اولین لیگی بود که بینش قرار بود جام جهانی برگزار بشه، همیشه ما جام جهانی رو بهار میدیدیم پایان فصل فوتبالی، اما این دوره جام جهانی در زمستون و در میونی فصل برگزار شد، چه حالا برای لیگ ایران چه برای لیگ های خارجی. شاید اول صحبتاتون گفتید که قبل از جام جهانی شاید لیگ با کیفیتی نبودیم، آیا این به این خاطر نمیتونه باشه که مثلا بازیکن خیلی از تیم‌ها و بازیکن‌ها میدونستن چه تیمی قراره برای جام جهانی بازیکن خیلی، مثلا چون آقای کیروش یه جوری تیمشو بسته بود دیگه، انگیزه نداشت بازیکن، دلیلش چی بوده چرا ما قبل از جام جهانی کیفیت فنی خوبی از لیگمون ندیدیم؟ دلایل واقعا دلایل متفاوتی بود. یکی اینکه دوره سال گذشته دوره بین دو تا فصل خیلی کوتاه‌تر از همیشه شد. شما وقتی دوره آماده سازی قبل از فصل کامل نباشه، تمام فصل باید خسارت بدی. ما دوره بین دو فصل سال قبلمون خیلی کوتاه شد به خاطر مسائل کرونا و که بعد مجبور شدن بازی‌ها رو خیلی فشرده بذارن، تا بازی‌ها تموم شد به فاصله فکر کنم یه ماه دوباره شروع کردن دیگه، چون باید این تقویم رو انجام میدن، چون سالی بود که باید جام جهانی رو انجام میشد. یه دلیل عمدهش این بود. یه دلیل دیگهش این که کلن یه تحول زیادی توی مربیای تیما به وجود اومد، اغلب مربیای جوان اومدن، مربیای جوان هم خب یه حسنایی دارن، یه زمانایی هم میخوان که اینا با تجربه تر بشن، چون شما منکر تجربه که نمیتونی بشی، اونا تا بخوام یه آب دیده بشن یه نیاز به یه زمانی دارن. یه دلایلش هم این بود، یه دلایلش هم شاید همین که شما میفرمایید بوده، ولی در کل به هر حال قبل از جام جهانی واقعا کیفیت خیلی پایین بود. لیگ 22 در حالی تموم شد که همونطور که گفتیم 16 باشگاه لیگ برتری نزدیک به 2500 میلیارد تومان خرج کردن، این در حالیه که این عدد نسبت به لیگ 21 2.5 برابر شده بود، یعنی هزینه باشگاه ها، دستمزد بازیکن ها، دستمزد مربی ها یک تورم عجیب و غریب به خودش دید. دلیلش رو چی میدونید؟ فکر میکنید این جریان دلالیسم که تو فوتبال ایران وجود داره و این قدرتی که خیلی از دلال ها، شد بشه گفت چند تا از دلال ها اصلا یه مافیای عجیب غریبی تو فوتبال ایران دارن، این جریان چقدر نقش داشت توی این موضوع و افزایش هزینه باشگاه و دستمزد بازیکنان؟
اونا همیشه نقششون رو دارن. یعنی این شبکه های واسطه‌گری به لحاظ اینکه سال به سال هم دارن قوی میشن. ما یه اصلی داریم، میگیم که اگه شما کار خودتو خودت نتونی مدیریت کنی، یه آدمایی از بیرون میان کارتو مدیریت میکنن. ببین اینا موضوعاتیه که متولیان فوتبال ما نتونستن مدیریت کنن. پس یه آدمایی، یه شبکه‌ای تو بیرون به وجود اومدن، اینا شبکه‌های کاملا غیر رسمی هستن، هیچ کس هم اونا رو نمیبینه. بعضی هاشون رو آدم های فوتبال میشناسن و اونا دارن کارا رو مدیریت میکنن و اونا هم اصلا کسایی نیستن که فوتبال رو دوست داشته باشن، آینده رو دوست داشته باشن، جوان ها رو دوست داشته باشن. اونا صرفا جیبای خودشون دوست دارن و اونا دارن الان این مخصوصا تو حوزه مالی اونا دارن کارا رو جلو میبرن، پیش میبرن. بنابراین این خیلی مشکله که شما بخوای جلو اینا رو بگیری. یعنی شما آیندم، حالا شما میگی نسبت به قبل 2.5 برابر شده، شاید امسال هم سال دیگه هم نسبت به امسال یهو 5 برابر بشه، چون اونا دارن مدیریت میکنن. آدمای دلسوز مدیریت این کار رو به عهده نگرفتن. پس ما باید شاهد روزای سختری باشیم. این هم که شما سقف قرارداد بیاری، این کاریه که بارها و بارها اینا در واقع برای سرپوش گذاشتن روی واقعیاته. چون 15 سال پیشم من یادم تو فولاد بودم، همین سقفا رو گذاشتن و هیچ کس هم رو، همه دنبال راههایی میگشتن که به اصطلاح دور زدن اینا رو پیدا بکنن و میکردن هم این کارو. بنابراین این یه دلیلشه، این شبکه های واسطه گری. یه دلیلش هم کل تورمیه که تو جامعه هست. شما مثلا تو اون یک ساله مثلا فرضاً قیمت دلار 5 برابر اضافه شده، قیمت نرخ بازیکن ها 2.5 برابر اضافه شده، در حالی که شما امکان داره بگید دلار چه ربطی به فوتبال داره. شما ببینید یه بازیکنه که الان مثلا خیلی متوسط هم تو ما باشه، اگه این بره خارج کشور مثلا بهش 200,000 دلار بدن میشه 10 میلیارد تومان، در حالی که این 200,000 دلار مثلا 2 سال پیش مثلا میشده 400,000 تومان، 400 میلیون تومان. خب این تورم هم نقش داره. شما اگه بخوای ندی این کارو نکنی، بازیکنات پا میشن میرن تو لیگ عمان بازی میکنن، میرن تو لیگ قرقیزستان بازی میکنن، تو لیگ تایلند بازی میکنن، چون اونجا مثلا بینا دیگه کم کم مای 15,000 20,000 دلار رو میدن. خب اینا میرن همشون. شما میخوای فوتبالتو داشته باشی، بازیکناتو حفظ کنی، این طیف وسیع از مردم که فوتبال توجه دارن میخوای اینا رو حفظشون کنی، خب مجبوری که یه کم بیاری بالا. بعد یه طیفایی هم هستن همه این مسائل رو میدونن، اونام ترفندا رو بلدن چیکار کنن، اونا هم یه اقداماتی میکنن که این چندین برابر بره بالا. قدرتی که این واسطه ها دارن از کجا میاد آقا مجید؟ چون خیلی از مربی ها چند شب پیش توی برنامه تلویزیونی هم دیدیم که حالا بعضی از مربی ها اومده بودن صحبت میکردن، نمیدونم آقای عبدالله ویسی خودش خیلی ناراحت بود از این موضوع که چرا این واسطه ها اینقدر قدرت دارن. میگه یه واسطه ای به من زنگ زده گفته من 48 بازیکن با من قرارداد دارن، از بین اینا اگه میخواد. بعد میگه حتی یه نکته جالبی میگه، میگه اگر یه بازیکن ازش بگیرم به من نمیده، بعد حتی مثلا 5 تا بازیکن بگیرم که من بازیکن بده، اگه یکی از بازیکن ها رو بخوام خیلی نمی. بعد همین دلال میگه زنگ میزنه به یه مربی دیگه میگه فلان باشگاه داره انقدر به بازیکن میده، 500 میلیون 5 1 میلیارد میذاره رو قرارداد بازیکن، به یه باشگاه دیگه معرفیش میکنه. این قدرت عجیب غریبی که این حالا ایجنت ها و دلال ها دارن از کجا میاد و چرا مربیای ما نمیتونن باهاشون مقابله کنن؟ آیا مربی و یا کسی که تو مسائل فنی فوتبال داره کار میکنه هست که با این دوستان همکاری نزدیکی داشته باشه؟ نمیخوام اس پی آرام، میخوام ببینم اصلا آیا هستن بالاخره کسی که تو این جریان ما اینو کار میکنه. اولا قدرت اینا ناشی از ضعف متولیان فوتبال. من عرض کردم اگه شما توی اداره کار میکنی، اگه نتونی اون کارتو مدیریت کنی، یه جاهای دیگه یه کسایی میان کارتو مدیریت میکنن. دیگه اصله. مطمئن باشید قدرتی که اونا گرفتن به خاطر ضعف متولیان فوتبال. این یک. دوم این که ما
مثلا من خودم این مربیای جوونی که تو لیگ هستن خیلی هاشون با من در ارتباطن، من یه موقع بهشون میگم مثلا آخه حیف تو نیست، برای چی تو با اینا میری کار میکنی؟ بعد به من میگه آقا من حرف شما رو قبول دارم، ولی اگه من با اینا کار نکنم بعد برم خونه بشینم. و بعد من میبینم که راست میگه، میبینم درست میگه. نمیتونم به اون بگم باشه برو خونه بشین، خودم میتونم این کارو بکنم، ولی به اون که نمیتونم بگم که. بنابراین طیف بازیکن‌ها و مربی‌ها اینا هم چاره‌ای ندارن. شاید خیلی هاشون دلشون بخواد سلامت کار کنن، تو مسیر صحیح کار کنن، منطقه اگه اینجوری باشن باید برن تو خونه بشینن. و اینا واقعا الان یه چندین سال پیش من اون موقع تو فولاد بودم، یه برنامه تلویزیونی بود به من اصرار کرد که شما بیا راجع به این صحبت کن، راجع به مسائل. من همون موقع بهش گفتم، گفتم من بیام صحبت کنم اگه حمایت نشم لطمشو فقط من میخورم. اون گفت نه خیلی ارگانا اومدن پای کار میخوان این بحثاتو جمع کنن. منم متقاعد شدم اومدم صحبت کردم و بعد صحبت کردم، بعد از اون تنها فرقی که کرد این که من آسیبشو دیدم، یعنی هیچ فرقی نکرد، تازه اینا قوی ترم شدن. حتی اینا بارها منو تهدید کردن، حتی به باشگاه من زنگ زدن گفتن ایشون دیشب به ما اعلان جنگ داد، اگر میخواید باشگاهتون کارش جلو بره ایشونو بردارید. خب وقتی که شما اون موقع یادمه یه تو مجلس هم یه گروهی نشستن و کلی مطلب در آوردن از تو این موضوع، کلی چیز نوشتن که این حد تا اونجا که من یادمه یه به اصطلاح شرح حال 400 صفحه هم نوشتن. منتها همون هم مثلا تو یه هفته آخری که دیگه مجلس میخواست تموشه نمیخواستن برن اونو منتشر کردن، قبلش نکردن. یعنی من نمیدونم چجوری اونا هم از اینا میترسن. و این واقعا جای تأسف داره. من اینو با اطمینان به شما میگم که بالاترین انرژی رو از فوتبال اونا دارن میگیرن، بالاترین بهره رو، بهره مالی اونا دارن میبرن، بالاترین ضربه رو به فوتبال اونا دارن میزنن و بالاترین جوونا و خانواده‌ها رو اونا دارن نابود میکنن. من نمیدونم چرا یه اراده ای نیست برای اینکه بیان جلوی اینا رو بگیرن. من خودم میام کنار میگم مثلا میرم دوست دارم همین با فوتبال باشم، بالاخره مثل ماها نمیتونیم از فوتبال جدا باشیم. من چند وقت پیش با آقای حاج رضایی صحبت میکردم، اصلا این آدم داره اذیت میشه، دوست داره کنار فوتبال باشه. ما ها نمیتونیم بدون فوتبال زندگی کنیم. مثلا میام همین اینجا هم کار کنم میبینم به شکلهای مختلف مقاومتهایی داره میشه. مثلا من اومدم اینجا میگم بابا من 45 سال تو این فوتبال کار کردم، مربیگری کردم، مثلا من مگه چقدر دیگه میخوام زندگی کنم؟ بعد این همه تجربه رو با خودم کجا میخوام ببرم؟ خودم احساس میکنم به اندازه یک کوه تجربه دارم و هنوز به اندازه یک کوه انرژی دارم و دلم میخواد به فوتبال کمک کنم، ولی خب میگم چیکار کنم؟ میگم بیام اینجا. اینجا هم که میام باز میبینم به شکلهای مختلف اینا دارن میان، ممانعت ایجاد میکنن، سنگ اندازی میکنن. واقعا نمیدونم، بلند شدم رفتم عمان، گفتم آقا مثلا میشه من بیام اینجا کار کنم؟ نمیدونم، دنبال یه جایی میگردیم یه جای دیگه بریم این تجربیاتمون رو بریم، چون اینجا فضا نیست واقعا. من به خاطر اینکه همه کار دست این آدمای آلوده است، هیچ اراده ای هم نیست که برای اینکه جلوی اینا رو بگیرن و هیچ کس هم نمیاد که ما ببینیم که این یه شمایی داره که میخواد جلوی این شکلا جلوی اینا وایسه. شما دارید میبینید دیگه، شما
انتخابات فدراسیون میشه شما خودت داری میبینی، همه چی از اونجا، انتخابات هیئت ها میشه شما داری میبینی، همه چی از اونجا نشأت میگیره. نمیتونی مثلا شما اونجا هر کاری دلت میخواد بکنی بعد بگی فوتبال رو درست بشه. آقا مجید یه سوالی میپرسم، خواهشم اینه که شفاف در مورد صحبت کنید. ما وقتی صحبت از دلالیس میکنیم، حالا من خبرنگار، شما به عنوان مربی، یا شاید بعضی از اهالی که نزدیکتر هستن به این جامعه فوتبال بفهمن منظورمون چیه، بفهمن که بعضی از شیوه های کار دلال ها چیه. خیلی از خانواده ها نمیدونن، بچه کوچیک دارن، بچه جوان دارن، نوجوانان، جوانان داره بازی میکنه. میخوام یه صحبتی بکنید، 45 سال فهمیدید که فعالیت میکنید، توی حوزه تجربه دارید، شیوه کار چیه، شیوه کار دلال ها چیه، چطور کار میکنن، ما به چه کاری اصلا میتونیم بگیم دلال ها؟ چون ایجنت که یه کار رسمیه، میرن از فیفا مجوز میگیرن، فدراسیون فوتبال خودمون هم مجوز میده. دلالی یعنی چی تو فوتبال؟ خب ببین، این خیلی سوال خوبیه و این واقعا موضوعیه که به نظر من توی میزگردی باید باشن افراد مختلف که مثلا من اگه یه چیزی میگم اونا هم نشسته باشن، اونا یا میتونن نقطه مقابل یه چیزی بگن یا میتونن تجربه باشن تایید میکنن. چرا ما میگیم این شبکه‌ها اینقدر قوی شدن؟ به خاطر اینکه مثلا شما الان قوانین نقل و انتقالات فدراسیون رو برو ببین، اصلا همینجوری که میای میبینی اینا که هیچ کدوم به نفع باشگاه نیست، به نفع فوتبال نیست. خیلی هاش اینجوریه، میگه بعد چرا اینجا گذاشتی؟ بعد یه میبینی به نفع واسطه هاست. شما مثلا، برای یه مثال، مثلا من مربی هم، یه باشگاه پول من نمیده، درسته؟ من اگه شکایتم بکنم 2 سال طول میکشه تا مثلا به یه چیزی برسم. اما اگه یه از این افراد، این شبکه ها مثلا یه باز با یه بازیکن قراری داشتن، اون بازیکن پولشو نداده، الان شکایت کنه، هفته دیگه جلو بازی اون بازیکنو میگیرن. شما اینو برید لسد کنید ببینی هست یا نیست. اینا همه جا الان نفر دارن. نه، تو لیگ برتر رو بگین آقا مجید، تو چطور دارن تو لیگ برتر کار؟ مثلا خودم تو ایسنا، ببخش، داره تو ادوار کسی که خیلی فوتبالیست، توضیح که میگی سخته، الان نمیخوام اسم تیم رو بگم، توی تیم چجور کار میکنن؟ توی چطور میشه که کارش رو پیش میبرن؟ مثلا من شاید آقا تیم پکیجی بازیکن میده، میگه آقا پکیج بده بده. نه، حالا اینا فرعیاتشه تازه. حالا اینا رو هم بگی، یکم توضیح. اصل موضوع اینه که ببین، اینا اولا توی مراکز تصمیم گیری اونجا آدم دارن، یعنی خودشون رسوندن به اونجاها، جایی که باید تصمیم گیری بشه در مورد فوتبال و قوانین فوتبال و آیین‌نامه های فوتبال و تصمیم گیری های فوتبال، اونجاها نفر دارن. نفراتش هم اغلب اینه که تو فوتبال هم میشناسن. میای یه ذره پایین‌تر، تو باشگاه ها آدم دارن. یه ذره میای جلوتر، تو رسانه ها آدم دارن. جامعه رسانه ما جامعه شریفیه. مثلا من خودم شاید نزدیک 3000 تا خبرنگار میشناسم که تو این رسانه ها کار میکنن. حداقل مطمئنم که 2900 تاشون آدم های شریفی هم. تو خیلی این خبرگزاری من میشناسم ایشون با چه سختی زندگی میکنن، ولی شرافتمندانه دارن زندگی میکنن. ولی اینا افراد، اینم لالوی اینا دارن، جامعه رسانه ای حتی باید اینا رو شناسایی کنه، معرفی کنه، اگه میخواد خودش رو تطهیر کنه، که باید این کار رو کنه. اینا تو اینا هم آدم دارن. بنابراین میان چیکار میکنن؟ مثلا شما بازی کنی، میگن بیا با ما، قشنگ میتونن در مورد تبلیغات کنن از طریق رسانه هاشون، شما رو برد کنن یا بیارن پایین، کاملا از دستشون میاد. میتونن حتی تو حوزه های تصمیم گیری در مورد شما، در مورد تعداد نفرها، در مورد اووردن خارجی، نیووردن خارجی، خارجی ها زیاد بشن، که همه اینا رو میتونن تاثیرگذار باشن. یعنی ببین، تو اون جاهایی که اساسیه، من یه موقع یه باشگاه بودم، یه بازیکن رو میخواستیم، دیدیم که 2 نفر اومدن و اینا به اصطلاح گفتن ما مدیر برنامه ایم. خب اون باشگاه، اون بازیکنی که ما میخواستیم، ظاهراً 2-3 تا باشگاه دیگه هم میخواستن. همین جوری که نشسته بود، من با مدیر باشگاه بودم و اونا با بازیکنشون اومده بودن، همینجوری که با من صحبت میکردن، مثلا به ما میگفتن بازیکن
چجوریه ما سر قیمت داشتیم چونه میزدیم، همونجا از پیش ما اسمس میداد به یه مدیر یه باشگاه دیگه که آقا مثلا اینجا الان ما با اینا راضی شدن به 800 تومن شما چقدر میدی؟ بعد این اسمس رو برای سه تا باشگاه دیگه هم برای مدیراش میفرستن. تو همونجا مثلا میدید چجوریه، بعد میدید که آیا با ما کنار بیاد یا کنار نیاد. حالا اینا مثلا یه موقعی من به یکیشون گفتم، گفت این ذات کاره، میگفتش که این ذات کاره، این چیزی نیست که مثلا بخوای ایراد بگیری. که میگیم باش اگه ذات کار اینه خب باشه، ولی به هر حال به قول خودش این کار سلامتشونه. حالا مثلا من یه جایی بودم یه بازیکن رو نمیخواستم، گفتم این بازیکن برای تیم مخربه، تصمیم گرفتم اون بازیکن نباشه. و بعد وقتی دیدم اون بازیکن نیست، دیدم هفت تا بازیکن دیگه هم برام بازی نمیکنه. در مورد این نکته میخوام با تو هم صحبت کنیم که میگن پکیجیه، میگن من شنیدم که توی بعد تیم... جالبه مثلا من به اون آدمایی که رأس اون باشگاه بودن میگفتم بابا شما 14 تا بازیکنت مال یه نفره، شما همیشه تو خطری، شما چاره ای نداری جز این که حرف اون یه نفر گوش بدی، هرچی هم هر سازی هم میزنه شما برخصی. ببین دیگه میدونم این مشکلات شما خود تو این سالا که کار کردین توی باشگاه شده ایجنتی بیاد بهتون پیشنهاد بده، شما بگی من فلان بازیکنم میخوام، بگی خیلی خوب اینو برات میارم، اما فلان بازیکنم بعد از من بگیری که این یه دونه بیاد؟ نه برای من یه همچی اتفاقی اما هستش دیدین جایی؟ ولی شنیدم که هست. بله. خب بعد شیوه کار چطوره؟ یعنی توضیح میتونی بدین در مورد این موضوع؟ چون میگم خیلی هم میگم نمیدونن، میخوام شیوه کار میگم برای من اتفاق نیفتاده که مثلا من یه بازیکنو بخوام به من بگن اگه اینو میخوای مثلا اون ستارم باید بخواد. نه برای من نشده یه همچیدی، بنابراین خب نمیتونم راجع بهش صحبت کنم. بعد اینکه بازیکن خارجی بی کیفیت میارن چطور آقا مجید؟ ما سالها درگیر این موضوع بودیم که چرا بازیکن خارجی میارید که مشخص فوتبالیست نیست. شاید یه بازیکنی میگن توی باشگاهی میره خیلی موفق نبوده باشه، اما یه بازیکن خارجی میاد. من یادم خودتون منشار رو آورید پیکان تست گرفتید، قشنگ یادم این روزی که تستش میگرفت، من اومدم باشگاه داشتم میدیدم منو تست بگیره، بعد از این تست کلیپ شما اجازه دادین قراردادش بسته بشه. بعدم سالها تو پرسپولیس و استقلال و حالا مثل رفسنجان بازی کرد، اما خیلی بازیکن خارجی تو فوتبال ایران اومده که خیلی عملکرد فنی خوبی نداشتن. ببین اصلا اووردن این بازیکن‌های خارجی از همون کانالایی که من میگم، اصلا من توی باشگاهی بودم دو تا بازیکن خارجی اووردن، من گفتم من باید اینا رو ببینم، مدیر باشگاه به من اصرار میکرد میگه آقا اینو تست نمیدن که. گفتم خب تست نمیدن من رو چه حساب اینا رو بردارم، من کجا میدونم اینا خوبه؟ گفت این همه سی دی هاشونو ببین. گفتم من میتونم همین الان از شما یه سی دی بگیرم، شما رو به عنوان بازیکن تیم ملی تو اون سی دی نشون بدم. گفتم آقا سی دی که بیان کننده واقعیات نیست که، شما اجازه بده این بیاد من ببینمش. خلاصه با درد سرای زیاد ما گفت باشه، یه بازی تدارکاتی جور کرد، ما این دوتا رو آوردیم، این دوتا بازی کردن. بعد از بازی به من زنگ زد گفت بیا باشگاه. ما هم رفتیم باشگاه نشستیم و گفت چطور بودن؟ گفتم جفت اینا حتی به درد لیگ دو هم نمیخورن. و اونجا مدیر باشگاه با اصرار خیلی زیاد به من میگفت شما اینا رو باید بردارید. بعدها من متوجه شدم، حالا نمیدونم واقعیت اینم بوده یا نه، باز اینم نمیدونم، ولی بعدها من فهمیدم که مثلا با این دوتا، با دوتاییشون نزدیک $600,000 قرارداد بسته شده، یه پیشنویس قرارداد داشتن و این به من اصرار میکرد که مثلا اینا رو بردار. بودن آقا اینا به درد نمیخورن، اینا به درد لیگ دو هم نمیخورن، پس فردا هم من باید جوابگو باشم هم شما، پول این باشگاه داره میره. و بعد من اون از اون باشگاه کنار گذاشت اون مدیر. ببین اونایی که اینا رو میارن اونا بلدن کجا برن، بلدن
تمام راهاشو بلدن، حتی میتونن چجوری تو دل یه مدیر ترس ایجاد کنن، چجوری اون مدیر رو مرعوب خودشون بکنن که مدیره همه جور به حرفشون گوش بده. دیدم اینا رو همه رو، یعنی مدیره به من میگه آقا جلالی اینا داوران هم اینا میچینن. ببین حالا من نمیدونم میچینن یا نه، ولی اون مدیره به من اینو میگفت، یعنی من بهش میگفتم بابا اینقدر دوربر اینا نپرید. من نشسته بودم باش حرف میزدم، من رو موبایلش هم میدیدم اینا زنگ میزدن مثلا چرا جلالی رو بردی، ای داشتن به تون به یک زنگ میزدن. آدمایی که شناخته شدم هستن، کاملا معلوم همه هم میشناسنشون. تا آقا من از زبونه من یه چیزی به شما بگم، ببین الان همین چیزی که دارم میگم الان خودمو دارم ناراحت میکنم، یعنی من تا دو سه روز میکشه تا من تنظیم بشم. میدونی چرا؟ چون مطمئنم به اندازه 0.5% این بساط جمع نمیشه، یعنی هیچ کس نمیاد با این مقابله کنه، ولی غرامت این حرفا رو باز من باید بدم. میام میریدن سرم، نمیدونم کلی فوش میدن یا به شکلهای مختلف تو کارم میذارن، همونجوری که به من آسیب رسوندن، به من خیلی لط میزدن. من هیچ وقت زورم به اینا نمیرسه. شایدم که مثلا الانم اینا رو میگم به خاطر همون حسیه که احساس میکنم من جای دیگه هیچ کاری نمیتونم برای علیه اینا بکنم، میگم حالا اینا رو بگم، ولی از گفتن اینم خیلی الان حس خوبی ندارم واقعا. یه ایجنتی بود آقا مجید، یه بار من باهاش صحبت میکردم میگفتش که یه بازیکن بی‌کیفیتی توی یه باشگاهی جذب شده بود. من پرسیدم خب چرا مثلا این بازیکن اومده؟ اینا گفت هر مربی هر سال یه بازیکن دیگه باید بیاره دیگه، یعنی عین جمله‌اش بود. میخوام ازتون بپرسم شما خودتون، حالا شاید میگم به خود شما شاید نمیدونم پیشنهاد بدم، به قول خودتون میدونن کجا باید ببرن، اما میخوام در مورد این موضوع هم چون اشراف دارید و دیدید صحبت بکنید. اینکه میگن بعضی مربی ها، شاید من میدونم که مثلا یه مربی خودش هم شاید درصدی از اون درآمد دلالیه و اون رابطه به دست نیاره، اما به واسطه این که به قول شما کار داشته باشه، شغل داشته باشه، یا بعضی ها ساپورتش میکنن، قرارداد سنگین براش میبندن اما ازش درصد نمیگیرن رو قراردادش، اما میگن فلان بازیکن باید جذب بشه. میخوام یه توضیح هم در مورد این بدیم. ما میگم بدون که اسپیاریم داریم به اون رویه کار رو توضیح میدیم برای کسایی که شاید خیلی فقط دلالیسم رو شنیدن. ببین یه گروهی از مربی ها هستن، اینا خودشون آدم های سلامتی هستن، منتها با این شبکه ها کنار میان، خودشون هم یک ریال منفعت گیرشون نمیاد، ولی با اینا کنار میان. آدم های سالمی هم هستن، چون اونا رو به عنوان آدم های سلامت میشه، ولی هیچ وقت نه با اینا مقابله کردن نه حرفی علیه اینا زدن، باهاشون هم کار کردن. مثلا اون گفته سه تا بازیکن من بگی، گفته باشی میآورده، ولی کار میکردن. یعنی اینطوری هم داریم به واسطه اینکه شغلشو داشته باشه. آره دیگه، یا اون بحث حمایت رسانه‌ای که شما فرمودید ازش ایجاد بشه شغلش رو داشته باشه، ولی بازیکن که دیگه رو بگه. شما سایتایی هست یا خبرگزاریایی هست که اینا تو نقل و انتقالات کاملا تعیین کننده هم. بعد یهو اینا رو میبینید داره مثلا با 15 تا باشگاه همکاری میکنه، مشاور 14 تا باشگاه هست. هستن دیگه، شما میدونی هستن، ما میدونی. خودم زمانی که کار میکردم مثلا شبای مسابقه میدیدم اینو میوردم برای تیمشون صحبت میکرد. ایجنتو؟ نه همین مثلا همین فرد رسانه ای رو؟ بله بله. مثلا میگو ما موازه بتونیم، ما مراقب بتونیم، برای اینکه تیم روحیه بگیره مثلا اینو میوردم برای تیمشون صحبت میکرد. اینا هست واقعا. ببینیم بازم میگم وقتی کار خودت مدیریت نکنی این چیزا میشه. من برداشتم وقتی که شما ول کنی همه چیزو، آدم های فرصت طلب میان همه چیزو دست میگیرن. من برداشتم به صورت کلی از صحبتاتون اینه به خاطر قدرت و فعالیت این افراد،
این عدد 2500 میلیاردی که خرج شد میتونست مثلا با 1200 میلیارد لیگمون بسته بشه با همین نتایج، با همین کیفیت، با همین شرایط. چون شما لیگ چیزی به شما نمیده. شما ببین اولا مثلا قرارداد یه ساله یعنی چی؟ یعنی هدر دادن سرمایه. شما تو خارج کشور مثلا قرارداد یه ساله با کیا میبندن؟ با بازیکنی که فکر میکنن مثلا این معلوم نیست ساله دیگه هم بازیکن خوبی باشه، باش یه ساله میبندن، چون میگن دیگه سرمایه محسوب نمیشه برای ما. ولی شما وقتی با یه بازیکن 24 ساله داری قرارداد یه ساله میبندی، این معنی چیه؟ آیا این به نفع باشگاه، به نفع فوتباله، یا به نفع این شبکه های واسطه‌گریه؟ اونا هستن که در واقع براشون سود آوره. آقا مجید یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون. من نه در مورد آقای قرنوی، نه در مورد آقای کیروش، نه ویلموس، ما کلن تیم‌های ملیمون که تو این سالها مربیان زیادی رو به خودش دیده، آیا ایجنت‌ها روی اونها هم فشاری داشتن؟ روی بعضیاشون شاید یا نه فکر می‌کنید که تو تیم ملی ما خیلی اتفاقی نیافتاده؟ نه داشتن. میتونید، نمی‌خوام مثال بگیم، می‌خوام میتونید شیوه کار رو بگید؟ یعنی همکاری داشتن. ببین همه چیز رو نخواه از زبون من بگیری، الان خودت از من بیشتر میدونی. ما یه روزی بعد از اون ماجرایی که تو من فولاد بودم، اومدم رو خط تلویزیون و در مورد این اینا گفتم، چند روز بعد سه نفر از تهران اومدن اهواز، منو بردن توی هتلی نشوندن، گفتن که ماجرا چی بوده. از من میپرسیدن که مثلا این چیزایی که شما گفتی مثلا شما میتونی اثبات کنی؟ و من شروع کردم یکی یکی گفتم. اولا من هر چی گفتم چیزایی بود که برای خودم اتفاق افتاده، اصلا برای کسی دیگه ای رو نگفتم، و این بوده، این بوده، بله. بعد از اون سه نفر یکیشون یکی از عوامل فدراسیون بود که اونجا نشسته، اون دوتا دیگر رو من نمیشناختم اصلا. ایشون اومد گفتش که بله این چیزایی که آقای جلالی میگه بله درسته، چون در اون سال اینطوری شده، اینطوری شده، اینطوری شده. بعد یه اومدم ای بابا اینا خودشون چیزایی میدونن که اصلا ماها نمیدونیم. بعد گفتم بابا اگه خودتون نمیدونید چرا ماها رو آوردین؟ چرا اصلا چرا ماها رو علاف کردین؟ خودتون صد برابر ما میدونید، خب برید جلوگیری کنید، اگه میتونید برید جلوگیری کنید، اگه نمیتونید بیخودی ما رو هم رو خط نیارید حرفش رو بزنید، مگه اینکه بخواید مثلا مردم رو سرگرم کنید، مردم فریب بدید. اگر نه شما خودتون که راجب یه مربی بود که مثلا اول که اومده بود گفته بود اینا رفته بودن سراغش که مثلا باید چند تا بازیکن بیاری، و این گفته بود نه. بعد اینا یه کاری با اون مربیه کردن که مربی تا پایان این که تو اینجا بود کاملا دست بسته تصمیم اینا بود. اون شخص مال فدراسیون داشت اون مسائل رو تعریف کرد تو اون جلسه. اون مربی فقط بپرسم تیم ملی بود دیگه؟ بله تیم ملی بود. یه کاری باش کردن که بعد دست بسته در اختیار اونا بود. یعنی شما آدمایی که تو بطن فوتبال هستن، تو فدراسیون هستن، ده ها برابر از ما چیز بیشتر میدونن. اونطور ما ها میگیم، ما هم به ضرر خودمون میشه. انواع و اقسام حرفا رو برامون میزنن، تهمت ها رو میزنن، برای اینکه کلن اینجوریه، ما یه چیزی رو داریم واقعیت میگیم، خب اونا برای اینکه این چیزایی که ما واقعی میگیم مثلا تو نظر مردم بندازن، باید شخصیت ما رو تخریب کنن، و اونا این کارا کردن در طول این سال ها، متاسفانه کردن، به کار ما هم خیلی خیلی اونا لطمه زدن. ولی ما هم حالا دوست داریم با فوتبال باشیم دیگه، زندگیمون رو بکنیم. آقا من یه چیز دیگه بپرسم، یادم وقتی بازیکن خارجی ورودش ممنوع شد و گفتم فقط کسایی که قرارداد دارن میتونن تمدید کنن و ادامه همکاری بدن، یه جریان دلالی عجیبی تو فوتبال ایران ایجاد شد. بازیکن ایرانی رو میبره خارج از کشور، کرواسی، نمیدونم حالا جای مختلف، بلژیک، قراردادهای بلند مدت می‌بستن با یه عدد خیلی کم،
اون بازیکن رو بهش بازی نمیدادن و بعد اون بازیکن مجبور میشد برگرده ایران. گفتم خب حالا که میخوای برگردی باید انقدر بعد رضایت‌نامه بدی. باشگاه ایرانی هم پرداخت میکردن، خیلی هاشون عددهای عجیب غریب برای رضایت‌نامه، برای حتی انتقال قرضی، نمیدونم الان نتی قائدی رو با یه عددی فروختن، با یه عددی چند برابر، دو برابر فکر کنم بیشتر پسش گرفتن، دو با دو برابر بیشتر پسش گرفتن. یه دلالی عجیب غریب، یعنی آدم بعدا تو فکر میکنه بابا اینو مغزشون به کجا فکر میکنه، یعنی راههای عجیب غریب به ذهنشون میرسه. یه صحبتی هم در مورد این موضوع اگر صلاح میدونید، در مورد این شیوه که الان تعداد این بازیکن‌ها زیاده، یعنی یکی دوتا نیست، ما میتونیم قشنگ تعداد زیادی از این بازیکن‌ها رو به عنوان مثال نام ببریم. ببین شما، بازم میگم کار دست اوناست، اونا میشینن تو اتاق فکر خودشون دنبال روشایی میگردن که هر ساله سوددهیشون رو بیشتر کنن و اینقدر این فضا براشون باز شده که مثلا سراغ هر بازیکنی هم که میرن، سراغ هر آدم صاحب منصب، هر بازیکنی، هر مربی هم که میرن، اونا اگه بخوان تو این فوتبال باشن هیچ چاره ندارن جز اینکه تسلیم اینا باشن. تو این فضا اونا ترفندهای مختلفی به کار میبرن و دارن به کار میبرن. حالا شما تک و توک مثلا کسایی میبینی که مثلا علیه اینا یه کارایی میکنن، اونا هم هیچ کاری ازش، مثل ما که واقعا حرف میزنیم ولی هیچ کاری ازمون نمیاد، مثل شماها که یه موقعی یه چیزایی میگید، مثل بعضی از برنامه تلویزیون یه موقعی یه چیزایی میگن ولی از اونام خیلی کاری بر نمیاد.